نبرد با جنگجویانی گروهی دهشت‌افکنی دولت اسلامی و یا داعش در آخرین منطقه زیر نظارت دهشت‌افکنان ادامه دارد. حالا طبق اخبار رسیده، قلمرو زیر نظارت جنگجویان به همگی 700 متر مربع برابر است. فرماندهان نیروهای زیر نظارت کردها میگویند هزارها ساکن در منطقه بند مانده و جنگجویان آنها را همچون سپر زنده استفاده میبرند. امروز طور میبینید 1500 نفر از محاصره بیرون شدند، ولی هنوز هم در دهه باغوز مردم زیاد بند ماندند. ما و نیروهایمان تلاش خواهیم کرد که مردم آسایشته را از برخوردها ایمین نگاه داریم. ظاهرا مسئله فقط روی آن است که کی این منطقه تحت تصرف کامل ائتلاف ضد داعش قرار میگیرد. روز شنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از کشورهای اروپایی درخواست نمود که صدها جنگجوی اسیر افتاده داعش را به وطنهایشان انتقال داده آنها را محاکمه و مجازات کنند. با گفت رئیس جمهور آمریکا، متفقان اروپایی در جنگ با داعش به قدر کافی فعال نیستند و اگر آنها اسیرانشان را نگیرند، جنگجویان بالاخره آزاد شده کوچه های اروپا را نارام می کنند. با قبل شارحان، اشغال آخرین استحکام داعش معنای شکست کامل این گروه دهشت افکن را نخواهد داشت، زیرا وقت داعش در قلمرو عراق منطقه ها را یک پی هم از دست داد، آنها به پنهانکاری گذشته همانا هر سری چند وقت حمله هایشان را ادامه می دهند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در عراق و سوریه تا 18,000 سلاح به دست داعش پناهگاه یافتند. بر علاوه، سوال های زیادی درباره سرنوشت کردها در میان است. ایالات متحده آمریکا آنها را متفق اساسی در مقاومت با داعش ارزیابی نموده، با سلاح و مشاوران و کمک هوایی تامین میکرد. ترکیه کردها را تروریست مینامد. در نوبت خود، کردها با نظرداشت بیرونشوی احتمالی ایالات متحده آمریکا از سوریه به همکاری زیجتر با روسیه و پرزیدنت سوریه بشار الاسد مایل نشان میدهند.